فریدون فرهندوس با سلامی دوباره به تو ای همه آسمانت ستاره، در این شام غربت سلام و سلامی دوباره. صدای عشق در غیبت ترانه، آواز عاشقانه، نام مرا صدا کن، من خود صدای عشقم. عاشقانه های مانای شعر معاصر ایران. 40 سالیست بیش و کم که در باد فریاد می کنم. فریاد در باد، ارائه از فیلم اکس میدیا. 818-988-44-22 filmxmedia.com. سلام شازده کوچولو. وای شماها چقدر قشنگی. شازده کوچولو داستانی خیال انگیز و شاعرانه است که به یادمان می آورد چقدر آدم ها مانده اند بی دوست. این آدم بزرگا راستی راستی چقدر عجیبه. حرف های شازده کوچولو رویای مشترک همه ی انسان هاست. شازده کوچولو اثر آنتوان دو سن اگزوپری است و سوی یونسکو عنوان سومین داستان محبوب جهان لقب گرفته. به 150 زبان ترجمه و بیش از 80 میلیون نسخه آن فروش رفته است. سهراب اخوان با همکاری گویندگان برتر و با تجربه ایرانی این داستان را به زبان فارسی به صورت نمایشنامه شنیداری به مدت 150 دقیقه بر روی 2 CD ضبط و به انضمام دفترچه نقاشی های شازده کوچولو تقدیم می کند. شازده کوچولو بهترین هدیه برای کودکان 9 تا 99 ساله است و بهترین همراه شما در اتومبیل در سفرهای طولانی. برای تهیه این اثر با ارزش و خاطر انگیز به فیلم اکس میدیا مراجعه فرمایید. تلفن 818-988-44-22. شازده کوچولو دوست شماست. صدای دیروز و هنوز، فریدون فرهندوز. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، این یک دم عمر را غنیمت شماریم. فردا که از این دیر کهن درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. 7000 سالگان، ترانه های خیام، برگرفته از پژوهش صادق هدایت همراه با موسیقی محمد رضا علی قلی. تا دست به اتفاق بر هم نزنیم، پاییز نشاط بر سر غم نزنیم. خیزیم و دمی زنیم پیش از دم صبح، کاین صبح بسی دمد که ما دم نزنیم. فریدون فرهندوز، 7000 سالگان، در 2 CD هدیه فیلم اکس میدیا. تلفن 818-988-44-22. خانم ها آقایان با سلام، عرض ادب. روز یک شنبه گذشته پریشب این شانس رو داشتم که یک تئاتر خوب دیدم.
مدت ها بود دلم لک می زد که یک تئاتر اجتماعی خوب ببینم، یک نمایش ببینم، یک کار سنگین ببینم، یک کاری ببینم که واسش برنامه ریزی شده، روش کار شده، همینطوری یلکا نرفته روی صحنه. نمایشی رو که دیدم به زبان انگلیسی بود ولی دلم رو درد آورد. چرا؟ قبل از اینی که بیشتر راجبش صحبت بکنم، یک کلیپ در روی اینترنت از این نمایش من دارم که تماشا کنید. لنگویج روم، اتاق بازجویی یا گفتگوهای بسته، این دو نام رو من برای تیتر انگلیسی لنگویج رومز انتخاب کردم. در حقیقت اتاقهای دربسته است که در آنها بازجوها محکومین را به انواع حیل، شکنجه و وادار به اقرار می کنند. این تیتر نمایشنامه است که به زبان انگلیسی از هفته پیش در شهر لس‌آنجلس به روی صحنه رفت. این نمایش فاجعه ای است که در همه جای جهان دامنگیر مهاجران می شود و در این مورد مهاجر عربی است که به آمریکا مهاجرت کرده است. نویسنده یوسف آلگویندی خود یک عرب مهاجر است. او به قدری دقیق و بی‌پروا جامعه هایی را که در آن زیسته تصویر می کند که انسان خود را در صحنه و بین بازیگران می بیند. بازی ها درخشان و کل نمایش از یک روند بسیار قوی دراماتیک برخوردار است. ما شاهد رنج های مهاجر نمایش بودیم و با او همدرد و گهگاه انگشت سبابه من را به طرف خودمان نیز باز می گرداندیم و سؤال که چرا مهاجرت کردیم؟ نمایش تمام نگاه های آینده نگری من را به مسخره می کشد و ثمرات بی پایان آرزوها را بی مقدار می نماید. این کار درخشان را به همه پیشنهاد دیدن دارم، چه مهماندار و چه میهمان. داستان به تمام جوامع ربط دارد و بسیار تفکر برانگیز است. ملاحظه کردید چون دیالوگ ها به زبان انگلیسی بود، مطلب رو من نوشته بودم به عنوان مقدمه، میخواستم براتون بگم ولی اون رو روی فیلم براتون خوندم. قضیه اینه که گروهی هستش در سان فرانسیسکو که یک وبسایت بسیار درخشانی من ازشون دیدم که روش نوشته تئاتر خاورمیانه. رفتم بیشتر دقت کردم و فهمیدم که این گروهیه که بیشتر از 10 ساله داره کار میکنه و این نمایش قشنگ و خوب رو داشت. من درباره این نمایش بسیار صحبت دارم، ولی چه کسی بهتر از کسی که میتونه این گروه رو اداره بکنه و این گروه رو به وجود آورده و همه بار این گروه رو به دوش میکشه میتونه به من جواب بده. خوشحالم که این فرد یک خانم ایرانی است. خانم ها آقایان، تورنج یقیازاریان. خیلی ممنون آقای اخوان، خجالت کشیدم الان دیگه. چرا؟ شما انقدر پیش درآمد قشنگی گفتین راجع به این نمایش که من اصلا پیش درآمد اولا این کامل نیست، حالا راجعش خیلی خیلی صحبت میکنیم. شما ببین، این نمایش با جون من بازی کرد. من از اون از پریروز تا حالا اصلا یه دیگرگونی در من به وجود آورد. من خیلی سوالا از خودم دارم میکنم که تا حالا نمیکردم. میدونی اینا همش انگیزه هاییست که این نمایش به وجود آورد. اما قبل از اینکه اصلا بخوام به هیچ وجه به این نمایش بپردازم، میخوام با خود تو صحبت بکنم و بگم که این گروه گولدن ثرد
نخ طلایی، ریسمان طلایی، ریسمان طلایی که شاید بازیگران صحنه های خیمه شب بازی رو میگردونه انتخاب کردی واسش، یا به خاطر گلدن بریج سان فرانسیسکو است؟ کدومش به چه علت؟ والا در واقع اسم گروه تئاتر ما بر اساس یه داستانی یونانیه، یونان باستان. آها. که یه داستانی هست مثلا داستانهای شاهنامه ما که داستانهای حماسیه. این هم یه داستان حماسی یونانیه که یک جزیره‌ای بود که توش یک هیولای زندگی میکرد توی یه هزار تو. و این هیولا هر روز باید دخترهای باکره شهر رو میبردن قربانی میکردن برای خیبا. این هر بار که یک قهرمانی میرفت که این هیولا رو بخواد بکشه، اگر هم موفق میشد که به هیولا نزدیک بشه، توی هزار تو گم میشد و هیچ وقت نمیتونست بیرون بیاد. تا اینی که یک شخصی میاد به که یک قهرمانی میاد و آریادنی که شاهزاده اون جزیره است عاشق این قهرمان میشه و به اون یک ریسمان طلایی میده که این بتونه راه خودش رو پیدا بکنه از توی هزار تو. و من از اونجایی که همونطور که امروز هم دیدین یه ذره دیر رسیدم خدمتتون، همیشه رو همون گم میکنه. برای من تئاتر یک فرصت، به من کمک میکنه که راه همو تو زندگی پیدا بکنم و به همین دلیل که اون ریسمان طلاییه برای من. مرسی. چی شد که تو تصمیم گرفتی به این کار بپردازی و یه گروهی رو تشکیل بدی که مال تئاترهای خاورمیانه رو فقط بهشون بپردازید؟ و چیه ماجراتون چیه؟ والا در واقع من وقتی که داشتم فوق لیسانس تئاتر میگرفتم در دانشگاه سان فرانسیسکو، برای فارغ التحصیل شدن باید یه پروژه میبردم رو صحنه و این نمایش رو میخواستم که به حالت حرفه‌ای روی صحنه ببرم، به خاطر اینکه میخواستم به هر حال به عنوان یک نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان حرفه ای ادامه به کار بدم. وقتی که دوروبر خودم رو نگاه کردم، دیدم که واقعا گروه تئاتری که نوشته های منو بفهمه وجود نداره. من نوشته هام اکثرا در مورد تجربه یک زن ایرانی بود، در مورد هنوزم هست، و در مورد تجربه بی خانمان شدن، در مورد تجربه ماها به هر حال. و اون زمان این اوایل سالهای 90 گروه تئاتری نبود به اون صورت که نه علاقمند باشه، یا اگرم علاقمند بود واقعا بفهمه کار رو و گذشتش رو، تاریخچه داستانا رو بفهمه به اون صورتی که بتونه روی صحنه بیاره. به این دلیل ما اون پروژه اولمون رو خودمون تهیه کردیم تحت عنوان گروه ریسمان طلایی، Golden Thread Productions، و واقعا مطمئن نبودیم که بخوایم ادامه بدیم به کارمون یا نه. بعد کارمون خیلی گرفت، تماشاگرها خیلی لذت بردن. کار اولمون یه کمدی بود، اونم باز اقتباسی بود از یه نمایش یونان باستان که توی اون زنا اعتصاب سکس میکنن که مردا رو مجبور بکنن که بیان قدنامه صلح امضا بکنن. و ما این نمایش رو برداشتیم، اقتباس کردیم به مسئله فلسطین و اسرائیل و زنای فلسطینی و اسرائیلی میان با هم دیگه میان اعتصاب سکس میکنن. به هر حال این خیلی موفق بود این نمایش، با وجودی که خب از نظر تکنیک و این حرفا کمبودهای زیادی داشت، ما به هر حال دانشجو بودیم. و بعد از اون ما شروع کردیم برای چند سالی یه دونه دو تا نمایش رو صحنه بردن. یکیش یه اقتباسی بود که من از داستان صادق هدایت کردم، عروسک پشت پرده، که اینم باز به انگلیسی روی صحنه رفت. یه کاری بود که از زنان، From the Inside، که این روی صحنه رفت. و بعد دیگه ما دیدیم که به نظر میاد که هم شانس آورده بودیم که توی جامعه زندگی میکردیم در شمال کالیفرنیا که هنر رو میشناسن و کمک میکنن. جامعه ایرانی اونجا، گروه تئاتر داروگ اونجا بود برای سالها که کار میکرد و اون یه تماشاگر تئاتر تربیت کرده بود و ما تونستیم از این واقعا بهره ببریم و ادامه بدیم به کارمون و اینجوری دیگه درگیر شدیم و خلاصه ادامه داریم میدیم همینطور. چقدر خوشحالم، چقدر زیباست این مسئله که تو اینطور تعریف کردی و دیدم از تای دلت داری راجع به تئاتر و نمایش و زن بودن و
زن ایرانی صحبت کردی. من گروه شما رو نمیشناختم تا سال گذشته. سال گذشته خانم نوشین معینی کرمانشاهی که اومده بود به یکی از نمایشاتون، این وقتی که برگشت اینجا، من در گفتگویی که باهاش داشتم به قدری از گروه شما و کار نمایشی که در اونجا دیده بود تعریف کرد که من شایق شدم کاراتون رو ببینم و به همین دلیل تماسایی گرفتم. و این دفعه که شما اولین نمایش The Language Room رو در لس آنجلس افتتاح کردید و گذاشتید، خیلی دلم می‌خواست ببینمش و دیدمش. تلاش تو رو هر چی بگم به عنوان آدمی که این رو گذاشتیم، من بچت دیگه ها ارزش داره، ولی باید به تبریک بگم به عنوان کسی که سالهاست این کارا رو میکنه. خیلی کارتون رو حرفه‌ای و درست استخوستار دیدم. حالا در توی وبسایتتون که نگاه میکردم، شما افیلیت خیلی دارید، خیلی کسا عضوتون هستن، تمام گروه های تئاتری دنیا، حتی از ایران هم دیدم. اینها چه نوع رابطه‌ای با شما دارن؟ ما در واقع سعی میکنیم یه تارنکبوتی از همه هنرمندهای خاورمیانه که واقعا پخش و پلا شدیم همه در دنیا دیگه، بخوایم رابطی باشیم بین هنرمندهای مال خاورمیانه و هنرمندهای توی کشورهای خاورمیانه و امریکا و اروپا. ماها با بعضی به عنوان هنرمند مهمان کار میکنیم، مثلا امسال آقای حافظ کرملی که مثلا چند سال ما باشون کار میکنیم، امسال برای مدت 3 سال باز دوباره به عنوان هنرمند مهمان با ما هستن. من سال 2010 ایران بودم، 5 ماه تئاترای بسیار عالی دیدم، با اون بچه ها رابطه برقرار کردم و ما سعی میکنیم این روابط رو نگه داریم و در تماس باشیم با هم و دنبال موقعیت هایی هستیم که بتونیم با هم کار بکنیم. اینا در حد رابطه هنری و فرهنگیه فقط. بله. یعنی مثلا فرض میکنیم من دیدم گروه های خیلی بزرگ سرمایه داری از نیویورک و گروه های تئاتری خیلی استخوستار رو دیدم. بله. اونا به تو کمک مالی نمی کنن؟ کمک مالی ما از طرف دولت، از طرف فاوندیشن های خصوصی و افرادی که یا بلیت میخرن یا خودشون اعانه کمک مالی میکنن، از طرف اوناست درآمد ما. ما به طور مشخص یه همکاری جدید داریم با 2 گروه، یکی در نیویورک یکی در شیکاگو، برای پیدا کردن و کمک کردن به نمایشنامه نویس هایی که از خاورمیانه هستن و در امریکا کار میکنن و به انگلیسی مینویسن. این هست اسمش Middle East America Initiative، که 2 سال یا 3 سال یه بار یک جایزه $10,000 میده به یک نمایشنامه نویس امریکایی که از خاورمیانه اصلش از خاورمیانه است که یه نمایش جدید بنویسه. و بعد همراهامون لارک پلی دیولپمنت هست که یه گروهی در نیویورک که کمک میکنه به ساختار نمایش، خودشون تهیه نمی کنن که رو صحنه ببرن، به ساختار نمایش کمک میکنن. و بعد یه همکاری داریم در شیکاگو، سیلک رود رایزینگ، که اونا هم تمرکزشون هست روی کشورهای راه ابریشم که هم خاورمیانه است هم خاوردور به اصطلاح. و ما با هم دیگه این اینیشیتیو رو میگردونیم و این یه اینیشیتیویه که جدید مثلا 2008 اولی شما تقدیم کردیم به یه نمایشنامه نویس ارمنی امریکایی که راجب خانوادش و تاریخچه خانوادش که پدر بزرگش در قتل عام ارامنه همه خانوادش رو از دست داده بود و بعد در بوستون یک زندگی جدید درست کرده بود، پروژه اولمون اون بود. این خانم آدریانا سوان نیکلز که اصلا توی لس آنجلس زندگی میکنه. و برنده دوم میدل ایست امریکا هم همین آقای یوسف الگیندی هست که مصری الاصل. یواشکی بپرسم، آیا این پولایی که میگی در میره هزینه هاتون رو تامین میکنه؟
برای اینکه من میدونم تئاتر پروژه‌ای که شما دارید و اینقدر کار حرفه‌ای کردن با تمام ارگان‌ها کاملا حرفه‌ای باید انجام بدید، تمام هنرپیشه‌ها باید عضو سندیکا باشن، شما نمیتونید یه میخ به دیوار بکوبید بدون اجازه، اینا هزینه داره. بله، این چجوری تامین میشه؟ والا مسئله مالی در تئاتر نان پروفیت دیگه، یعنی غیر انتفاعی کار کردن، یا تئاتر برادوی از طریق فروش بلیط و اینا درآمدشو خرجشو در میاره. تئاترهای غیر انتفاعی در امریکا که هزاران هزار گروه تئاتر هستن، اینا از طریق گرانت که از چیز میگیریم، از دولت میگیریم یا از فاندیشن های خصوصی میگیریم، و از طریق کمک های مالی افراد و شرکت ها. ما گروه کوچیکی هستیم، میتونم بهتون بگم فروش بلیط، درآمد فروش بلیط برای ما مثلا 10-12% خرجمونه. بقیه خرجمون همش از گرانت و کمک مالی افراد میاد. از شما چه پنهون، آوردن این پروداکشن لنگویج رومز به لس آنجلس برای ما مثلا $30,000 خرج برداشته و از اون $30,000 احتمالاً ما درآمد حتی فروش بلیطش رو اصلا به ما نمیرسه، چون میرسه به لس آنجلس تئاتر سنتر. برای همین اگر افرادی هستن که میخوان یه چک بنویسن الان برای $30,000 به ما بدن، من خیلی ممنون میشم، مرسی. سوال بعدیم اینه که بفرم. آیا در تاریخ داشتن این تئاتر، این گروهتون و این همه فعالیت که کردید، ایرانی به شما کمک کرده؟ بله کرده؟ بله حتما. ما در شمال کالیفرنیا همین کمک های قلمبه یا کمک های خیلی جزئی؟ کمک جزئی رو خب آدم یه وقت از یه نمایشنامه خوشش میاد، پول بلیط رو که مجانی شما بهش دادید کمک میکنه، ولی من میتونم به جرات بگم جامعه ایرانی شمال کالیفرنیا اگر نبود ما احتمالاً دوام نمی آوردیم. به خاطر اینکه این افراد، حالا مقدار کمکشون چه کم چه زیاد، هر سال به ما کمک کردن. هر سال یه چک $100 نوشتن. هر بار که ما فاند ریزینگ ایونت داشتیم اومدن مثلا کمک کردن و کارامون رو اومدن دیدن. مسلماً آدم‌های زیادی هستن که نه راجب ما میدونن نه کارامونو میبینن یا کمکم نمیکنن. به هر حال جامعه بزرگه، جامعه ایرانیایی توی کالیفرنیا. یه دلیل اینی هم که داریم میایم لس آنجلس همینه که بتونیم دسترسی بیشتری داشته باشیم به جامعه بزرگتری. من خواهش میکنم از دوتا فرمان آدرس وبسایت مؤسسه ای رو که ایشون دارن goldenthread.org رو روی صحنه بذارن که تمام کسانی که مایل هستن که اطلاعات بیشتری داشته باشن، حالا نه تنها اصلا اطلاع داشته باشن از کار شما که یه دختر ایرانی داره در آمریکا چی کار میکنه، این خودش جالبه. حالا کمک نخواستن بکنن یا داشتن بکنن یا نه؟ خواهش میکنم کمک بکنید. حالا شما راجب نمایش چی فکر کردین؟ من راجب نمایش میخوام بذارم بعد از رفتن به آگهی و برگشتن باهات صحبت بکنم، برای اینکه قضیه جالب تری است. اگه اجازه بدی من همینطور که آدرسم هستش، من برای تماشاگران تعریف بکنم که ماجرای نمایش چی هستش، بدون اینکه تمام داستان رو براتون تعریف بکنم و بگم چیه. قضیه مهاجرته و افکاری که در مغز من به وجود اومد از موقعی که این نمایش رو دیدم خدمتتون عرض میکنم. ما چرا مهاجرت کردیم؟ هر کدوممون یک دلیلی داریم. به دلیلامون رسیدیم یا نرسیدیم؟ اگه نرسیدیم مقصر کی بود؟ اگه رسیدیم چه چیزهایی رو فدای این موفقیت کردیم؟ آیا موفقیت هامون همون بودش که از روز اول در زندگیمون برای خودمون در مغزمون نشخوار میکردیم؟ چه چیزی رو فدا کردیم؟ خانواده هامون چه شدن؟ رابطه ها کجا رفت؟ مسئله مهاجرت، آنچه را که من در این نمایش نامه دیدم خدمتون عرض کنم. نمایش رو طوری تنظیم کرده که دیالوگ شخصیت‌های موافق و مخالف با هم دیگه، و این نویسنده وسط این دو نفر نشسته، منطق‌های پردلیل و قانع کننده هر کدوم از کاراکترهای اصلی این داستان رو بیان می‌کنه. حواشی داستان
سیاست‌های اجتماعی دوروره. این نمایش فقط مربوط به جامعه آمریکا و یا یک عرب مصری آمده باشه به آمریکا نیستش. این نمایشنامه مربوط به تمام جوامع بشره. هر جایی که یک عده مهاجر میشند و یک جایی میزبان میشه و تلاشی که این هر دو دارن برای فهمیدن هم دیگه، برای زندگی کردن، هیچ کدوم دشمن اون یکی نیستن، اما چاره ای ندارن که یک سری مسائلی رو انفورس کنن، یک سری مسائلی رو بهش توجه کنن و فشار بیارن و انجام بدن. در حال این وقتی برگشتیم از آگهی ها، من خیلی بیشتر راجع به این نمایشنامه میخوام صحبت بکنم، مخصوصا با این نازنین تورنج. این تورنج براتون بعدا میگم که چقدر برای من نازنینه. خواهش میکنم. صدای دیروز و هنوز، فریدون فرهندوز. این قافله عمر عجب می‌گذرد، دریاب دمی که با طرب می‌گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاله را که شب می‌گذرد. 7000 سالگان، ترانه های خیام، برگرفته از پژوهش صادق هدایت، همراه با موسیقی محمد رضا علی قلی. تا چند زنم به روی دریاها خشت، بیزار شدم ز بت پرستان و کنشت. خیام که گفت دوزخی خواهد بود، که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت. فریدون فرهندوز، 7000 سالگان، در 2 CD، هدیه فیلم اکس میدیا. تلفن 818-988-4422. سلام شازده کوچولو. شازده کوچولو داستانی خیال‌انگیز و شاعرانه است که به یادمان می‌آورد چقدر آدم‌ها مانده‌اند بی‌دوست. این آدم بزرگا راستی راستی چقدر عجیبند. حرف‌های شازده کوچولو رویای مشترک همه ی انسان هاست. شازده کوچولو اثر آنتوان دو سن اگزوپری است و سوی یونسکو عنوان 3 داستان محبوب جهان لقب گرفته. به 150 زبان ترجمه و بیش از 80 میلیون نسخه آن فروش رفته است. سهراب اخوان با همکاری گویندگان برتر و با تجربه ایرانی این داستان را به زبان فارسی به صورت نمایشنامه شنیداری به مدت 150 دقیقه بر روی 2 CD ضبط و به انضمام دفترچه نقاشی های شازده کوچولو تقدیم می کند. شازده کوچولو بهترین هدیه برای کودکان 9 تا 99 ساله است و بهترین همراه شما در اتومبیل در سفرهای طولانی. برای تهیه این اثر با ارزش و خاطر انگیز به فیلم اکس میدیا مراجعه فرمایید. تلفن 818-988-4422. شازده کوچولو دوست شماست. پلنگی که شغال قرید. 70 سال پیش در شابدلعظیم کودکی به همراه سگش زندگی و بزرگ می شود. از باغها و بازارچه و صحن بس خاطره دارد. مرد خیالبافی روح او را تسخیر می کند و تجربه های تلخی می آموزد. به تهران رفته و به دستبندی های حزبی می گراید و بالاخره به سفر دنیا می پردازد. حوادث هیچگاه او را تنها نمی گذارد تا بالاخره به ایران بازگشته، به شابدلعظیم و به سراغ مرد تأثیرگذار زندگیش می رود و بقیه داستان. پلنگی که شغال قرید، داستان بلند نوشته مجید امینی،
سهراب اخوان آن را به همراه موسیقی محمد رضا علی قلی به صورت داستانی شنیداری در 9 CD ضبط کرده است. برای سفارش به فیلم اکس میدیا مراجعه فرمایید. پلنگی که شغال غرید داستان کمدی درام زندگی است و نخواهید توانست نصف کار آن را رها کنید. عرض ادب مجددی دارم. داشتیم با تورنج یغیازاریان صحبت میکردیم راجع به گروه گولدن ترد و نمایشی رو که از هفته گذشته به لس آنجلس آورده و تا 24 این ماه در شهر لس آنجلس روی صحنه خواهد رفت رو مرتبا هر روز خدمتتون عرض می‌کردم که وبسایتشون هم دادیم و بعدم بیشتر در باره‌اش صحبت می‌کنیم. برای اینکه بیشتر به مسائل این نمایشنامه یا تئاتر رو به قول خودشون نوشته بودن تئاتر خاورمیانه، خیلی وقت بود لغت تئاتر رو نشنیده بودم، حس کردم بپردازیم. کلیپ دیگری از این نمایشنامه رو در وبسایتشون من دیدم که از اتاق فرمان خواهش میکنم پخش کنن با هم دیگه ببینیم. What is the play about? What happens in it? You know, that dreaded question. The dreaded question I can never answer. What is the play about? Well, it's about a character, this Arab-American translator who's working into the CIA's so-called black sites. Questions about his sympathies and his loyalties arise. This begins to concern him and worry him, and his supervisor has questions about his affiliations. And as the play progresses, we begin to understand why these suspicions have arisen. You take like something like an office politics, you know what I mean? Like it's, yes, it's something that feels almost mundane and everyday. And there when we you go. Put it, that's right, in context of like an homeland security that's situation. Right, that's right. That's right. I mean, that was the intention of the play, was to create a kind of a work environment that felt very ordinary. That felt as if they could be working, you know, for some an Apple or some IT company or something. A very just kind of fraught office politics. I mean, that's what sort of the first half of the play, sort of the atmosphere is just kind of very fraught office politics. It's sort of the office meets 1984, you know. Yeah. It's or if I had to pick a movie, just in terms of tone and atmosphere, that it's comparable to, I would say something like Brazil, the movie. That's great. You know, the Terry. That's actually very good. The Terry Gilliam film. Yeah. So it has that sort of tone to it. Yeah. In this play in particular, there's a very fine line between that kind of comic absurdity and the high drama that takes place, that, you know, as the play progresses. His personal drama, his journey is a journey of wanting to belong, of wanting to fit in. Somewhere. Yes, here, somewhere. Or there. Yes, yes, you know, yes, absolutely. So you're almost writing him, you know, Ahmed's story is the same story as, you know, a little kid that doesn't fit in. Right, wanting to fit in. At the playground. Exactly, that's exactly But it happens to be, he's put in a situation of political intrigue in a way that he's in no way capable of handling. Yes, exactly, you know, and exactly. I think that's what's so interesting. Right. At the end of the day, as a playwright, you know, my job is to entertain an audience and and to engage them and make them, you know, and dare I say, enjoy the piece, you know. There's no point in writing, you know, anything for the theater if you're not going to try and entertain and engage an audience. So, you know, hopefully, you know, the humor will sweeten the bitter pill a little bit. واقعا فکرشو بکنید، به عنوان یک پدر تمام هدفتون اینه که بچه‌تون رو آینده بهتری بهش بدید. میاریدش در یک جامعه جدید، در جامعه ای که کاملا فرهنگ و رفتار اجتماعی و زبان و غذا خوردن و راه رفتن و لباس پوشیدن و همه چیزش با آنچه که شما میپسندید و شما داشتید متفاوته.
شما از یک طرف عرق مملکتتون رو دارید، عرق اون کالچر قویتون رو دارید و بهش چسبیدید. بچه‌تون توی محیطی داره رشد میکنه که اون محیط تماماً با این نمایش شما و کالچر شما مخالفه. مخالف هم نباشه، متضاده، نمیفهمدش. و اون وقت بچه‌تون مضحکه قرار میگیره و وقتی که مضحکه قرار میگیره با چنگ و دندون میاد جلو تا به یه جایی میرسه و در اونجا که میرسه اصلا شما رو درگیر نمیکنه که کجا رسیده، برای اینکه او فاصلش رو با شما از همون بچگیش حس کرده. شما یه کاری میکنی که باید مورد بازجویی قرار بگیری، اون وقت بازجوتون بچه‌تونه. اصلا فکر بکنید اوج دراما رو. این خیلی خلاصه من داستان بود که تورنج گفتم. حق داشتم اینقدر بگم؟ بله. بهم اجازه دادی؟ بله. دراما درامای سنگینیه. خب پرده اولش کمدیه. آره. پرده اولش خیلی کمدیه، برای اینکه داستان‌ها رو میگن، روایت‌ها رو میگن، ولی وقتی که میرسه به اون اوج داستان، اونجاست که انسان از خودش میپرسه من کی هستم. من به راحتی خدمت عرض بکنم که در تمام طول 2 ساعتی که توی سالن بودم اصلا نفهمیدم وقت چه شکلی میگذره و این با شکوهه که یک نمایش طور اینطوری ببره. حتی دیالوگ‌ها سنگین نبود. در جایی من فکر کردم نویسنده برداشتی کرده، چون عرب هستش و میدونم با رومی و مولانا و اینها آشنا هستش، برداشتی کرده از داستان جبر و اختیار مولانا که در بخش پنجم مثنوی هستش. بعد ازش پرسیدم، گفت نه، گفت داستان رو نمیشناسم. بهش گفتم یادداشت کرد که بره بخونه. چی تو داری بگی؟ تو چرا انتخاب کردی این نمایش رو؟ و واقعا چی شد که این نمایش اصلا، اینا برداشتای من بود به عنوان یک تماشاگر، ولی شما به عنوان آدمایی که دست در کارش هستید یه دیدگاه دیگه ای دارید. دیدگاهمون خب خیلی مشابهه. مسلماً نمایش انتخاب شد به خاطر اینی که نوشته بسیار قویه. یوسف بعد از خود من دومین نمایشنامه نویسی بود که گروه ما نمایشش رو شروع کرد به روی صحنه آوردن. و ما الان بیشتر از 10 ساله با هم کار میکنیم و من با نوشتاش بسیار آشنا هستم و با طرز کارش بسیار آشنا هستم. نوشتهاش همیشه توش این طنز تلخو داره، یعنی سعی میکنه اونجوری بخندونه آدمو که بعد آدم خودش خجالت میکشه که خندید. میدونین، یعنی ما میدونیم موقعیت وحشتناکه ولی اینقدر خنده داره و مسخره است یه جورایی وضعیت که میخندیم ناخودآگاه. ولی خب توی در قلب داستان همیشه یک مسئله جدیه که به هر حال موقعیت ماهاست توی مملکتی که داریم توش زندگی میکنیم و بعد از 30 سال هنوز احساس میکنیم مهمانیم و هنوز شاید حتی کمتر و کمتر میشناسیم همدیگر رو، از همدیگه یه جوری روابط گذشتمون رو از دست دادیم بدون اینی که روابط جدید رو کاملا تونسته باشیم شکل داده باشیم، هضم کرده باشیم و اونطوری که برامون لازمه، اونطوری که خوشحالمون میکنه تو زندگی. و این به هر حال اینا تجارب ماهاست که از خاورمیانه اومدیم و حالا چه مصری چه ایرانی چه ترک چه عرب چه هرچی، یه مقدار خیلی زیادی اینا تجارب همگی ماست. و این نمایش هم به این دلیل انتخاب شد که اولا که خیلی به موقعیت الان میخوره، چون ما در واقع 3 سال پیش این نمایش رو انتخاب کردیم. توی ایست کوست اول تهیه شد، روی صحنه رفت توی فیلادلفیا، بعد یه مقدار یوسف تغییرش داد. شاید جالب باشه براتون بدونین که توی پرده اول که اون مونولوگای پدره هست، اونا در اجرای قبلی این توی فیلادلفیا نبود اصلا. نه اوکی. اصلا شخصیت پدر رو برای اولین بار اونجا اون موقعی میبینیم که برای بازجویی میارنش توی اتاق. و یه سوالی که برای خود تو ذهن یوسف بود این بود که آیا این مونولوگا مهم هست، لازم هست؟ خیلی لازم. دقیقاً خیلی لازم بود. و این من فهم کنم یه فرقیه که وقتی که شما افرادی رو دارین توی گروه تئاتر که خودشون هم از اون گذشته اومدن و اون چیزایی رو که شما دارین راجبش مینویسین
قلباً تجربه کردن. یعنی شما لازم نیستش که از نظر منطق دراماتیک مثلا حالا ثابت بکنین که آیا این پسج مهمه یا مهم نیست، بلکه این ماها هممون قلباً میفهمیم که این قسمت، این نقطه نظر پدر و تجربه پدری که خانوادش رو آورده توی مملکت، اون تجربه مهمیه برای اینکه همه ماها داستانو بهتر بفهمیم. و بعد تماشاگرای ما تماشاگرایی هستن که از اون تجربه میان، از اون گذشته میان. برای همین کار کردن توی این گروه، مثلا کارگردان ترکیه به دنیا اومده، اورن کارگردان بی‌نظیر کار کرده. بله، مرد جوان 30 سال است. رابطه ها رو چقدر قشنگ به وجود آورده بود، دیالوگا رو چقدر دلنشین کرده بود، بلاکینگ چقدر خوب بودش، صحنه اصلا تمام بی‌نظیر بود کارش. یعنی نه تنها نویسنده کار شاهکاری کرده بود، هر قصه، هر داستانی، هر فیلمی اولش داستان باید خوب باشه، داستان خوب بود، ولی کارگردانم باید روش خیلی خوب بود. خیلی. بله. بازیگرا احمد که عرب، میکس سوریه‌ای و ایسترن یوروپ فکر کنم، بعد بازیگری که نقش یه آسیایی مسلمون رو بازی میکنه، خودش چینیه که اونم خانوادش پناهنده های از ویتنام بودن. یعنی اون واقعا اون داستانی که میگفتن پناهنده ها با قایق میان به امریکا، خانواده اونجوری بوده دقیقا. و اونا یعنی انقدر عمیقا این داستان رو میفهمن که یه جورایی اصلا آدم لازم نیست توضیح بده براشون. میدونین اون گذشته است که شما وقتی با بازیگرای کار میکنین که اون تجربه رو ندارن، اون گذشته رو فقط از روی کتابا باید بخونن، یا شناختشون از افراد خاورمیانه فقط از طریق اخبار و نمیدونم فاکس نیوز و این چیزاست، یعنی انقدر میس انفورمیشن هست دوروبرمون که اصلا نمیشه از لاش چیز. ببین احمد بازیگر بسیار خوبی بود، دراما رو خیلی خوب داشت، میدونست کار بکنه، با خودش خیلی ریلکس و راحت بود. اما در مقابلش پدرش، این شخصیت در تمام وجودش اون احساس پدر دیساپوینتد، دماغ سوخته وجود داشتش. اسم پدر چی؟ تری لم، بازیگری که نقش پدر رو بازی میکنه، سمیر اسم شخصیتش. سمیره. اهل کجاست؟ اون خانوادهش از ایتالیا و لهستان اومدن. و در نمایش قبلی ما نقش یک پدر بزرگ ارمنی رو بازی کرده. توی این نمایش نقش یک پدر مصری رو بازی میکنه و فکر میکنم دیگه کم کم باید آنرری خاورمیانه بهش بگیم، چون خیلی خوب. خیلی خوب بود. اون رئیس بازجوام کوین عجب دیکشنی داشت. بله. عجب صدایی داشت. این اصلا وقتی مونولوگش میگفت سالن میلرزید. خیلی قوی بود. بله، کوین اونم شخصیت یک سیاه پوست امریکایی توی نمایش که خیلی جالبه دیگه. یعنی رئیس این اتاق بازجوییه و به کارش واقعا مثل یه کار معمولی هر روزه نگاه میکنه. حالا اینی که آدم ها دارن شکنجه میشن یا حتی کشته میشن یا هرچی، اینا مهم نیست، چون کار روزمره شون یه چیز خیلی عادیه. من فکر میکنم که این، نمیدونم تو شما با جاهای دیگه تماس گرفتید که این نمایش رو به کشورهای دیگه، به فستیوال ها و جاهایی ببرید، یا هنوز درخواستی شده یا نشده؟ والا همونطور که گفتم سفر بردن نمایش بسیار کار پرهزینه ای، باید جشن هنر شیرازی میبود که هزینه‌ش رو میداد شما میبود. بله. من امید دارم که این نمایش به تمام خاورمیانه، به تمام جهان بره و مخصوصا ایران. ببین، برای اینکه مسئله این نیستش که مهاجر چه بلایی سرش اومده و چه گرفتاری هایی داره، خود میزبان هم که مهاجر رو پذیرفته مشکلاتی داره، مسائلی هست و اینها رو همه جمعه. ما میدونیم که ایران هم خیلی مهاجر افغانی داره و این خودش مسئله است. من فکر میکنم و از اون طرف میتونه، اگر ایران اینو اسپانسر بشه و ببره، میتونه اودینس ایرانی نگاه بکنه که آقا من آیا لازمه که برم به مهاجرت؟ یه فکریه دیگه، بلکه خودمونیم. ما خیلی از آدم ها رو دیدیم اومدن اینجا به مهاجرت که اصلا نباید هم میومدن.
لازم نبود که خودشونو تو این درد سرها بندازن. یه کسی هست پولیتیکال منر داره، یه کسی هستش تجارتش از بین رفته، یه کسی هستش همه اتفاقای ناهنجار میتونیم بگیم، ولی یه آدمی که زندگی عادی داشته و ساده بوده و مذهب اذیتش نمیکرده این حرفا، این من خیلی دیدم آخه هیچ دلیلی نداشت که بیاد اینجا و خودشو به اون گرفتاری ها و این مثال هایی که ما دیدیم بزنه. مسلماً همه چی 100% چیز نیست دیگه، اون راحتی اون انتظاری خیلی پولیتیکا شدی، نمیخوای اصلا هیچ نظری بدی، من هر کاری میکنم ازت بکشم بیرون نده بهتم حق میدم جواب ندی، میدونن چی می. اگر ایران از شما درخواست بکنه که این نمایش به ایران ببرید میبرید؟ حتما اگر که بازیگرامون موافقت بکنن حتما. من خودم شخصا به من تهیه کننده دلم میخواد که ما کارمون رو ببریم ایران، فکر می‌کنم این نمایش مناسبیه. حالا اگر مثلا بازیگران درخواست قبول نکردن این حرفا، شما حاضرید مثلا نمایشنامه رو به یه گروه ایرانی قرض بدید که اونا اونجا اجراش بکنن؟ حتما، اتفاقا من در تماس هستم با بچه‌ها توی ایران، هنرمندای تئاتر که اگه علاقمند باشن حتما اینو میتونم خودم هم ترجمه کنم براشون بفرستم، یا بفرستم اونجا، افرادی هستن که مترجمای خیلی خوبی هم هستن خودشون ترجمه کنن. ناز بشی، باریکلا. خانم آقایان، من خواهش کنم وبسایت بعد. این وبسایت وبسایتی است که راجع به گروه گلدن ثرد همه گونه اینفورمیشنی داره، تمام پلیایی رو که تو الان ساختن توش هستش، بیشتر میتونید ببینید، کلیپ های فیلماش میتونید ببینید، بازیگران رو میتونید ببینید و همینطور این نمایش که خدمتتون عرض کردم، لنگویج روم رو، لنگویج رومز رو برید ببینید. واقعا حیف یه همچین کاری در شهر ما انجام بشه و ما ازش دیدن نکنیم. کسانی که مخصوصا به دراما علاقه دارن، من پیشنهاد میکنم تمام بازیگرها و کارگردانان ایرانی که در اینجا در کار نمایش و شو و این حرفا هستن، برن این کار رو ببینن، چیز یاد میگیریم. من خیلی ازش یاد گرفتم، باور بفرمایید. خب من در این چند دقیقه آخر برنامه که میبینم زیاد فرصتی ندارم، از تو خیلی ممنونم که اومدی. مرسی. چیزی هست که من سوال نکرده باشم و تو دلت بخواد صحبت بکنی راجبش؟ در درجه اول میخوام بگم که درسته که نمایش موضوعش موضوع سنگینیه، ولی واقعا طنز بسیار عالی، طنز بسیار عالی داره. تو سالن قهقهه ها رو هوا بود، کاملا قابل فهمه، حتی اگه به انگلیسی برای آدم اونقدر راحت نیست کاملا قابل فهمه. داشتیم کسانی رو در سالن که اصلا انگلیسی نمیدونستن و خیلی هم لذت بود. بعدم در لس آنجلس تئاتر سنتر هست توی داونتاون LA، خیلی راحت اونجا پارکینگ هست، همه چی پنجشنبه جمعه شنبه ساعت 8 شب و یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر تا 24 جون ادامه داره. دیگه چیز دیگه نمیخوای راجع به گروهتون بگی؟ گروه ما پاییز امسال فستیوال نمایش‌های کوتاه رو روی صحنه می‌بریم توی سان فرانسیسکو. اگر که شما رو دعوت می‌کنید، خواهش می‌کنم بفرمایید. حتما. اتفاقا یه آخر هفته 17 و 18 نوامبر ما دو روز سمینار داریم راجع به تئاتر و خاورمیانه. آه چه خوبه. حتما تشریف بیارین. ببینم من میارم چه متریالی که عالی میشه. نازنین ازت خیلی ممنونم. مرسی از شما. خیلی ممنون. من حالا با اجازت میخوام با تماشاگرام یه چند کلمه صحبت کنم. من صحبتی رو که میخوام خدمت شما بکنم در ذهن صورتی میخوام بکنم که کلوزاپ این دختر رو دوربین نشون بده. آها، این کلوزاپ رو داشته باشید، خواهش میکنم به دوربین تو نگاه بکن. آره، به این زیبایی نگاه بکنید، به این رو نگاه بکنید، به این چشما نگاه بکنید، به این قیافه نگاه بکنید، ببینید این قیافه رو میشناسید؟ هیچ آشنایی با این قیافه دارید؟ اونایی که هم سن و سال من هستن حتما دارن. میدونید چرا؟ برای اینکه این دختر زیبا، این نازنین که شیفته تئاتره، این کسی که زندگیشو وقف تئاتر کرده، تئاتر براش از نون شب واجب تره، تورنج، یک یازاریان، کسی نیست جز دختر ویدا قهرمانی، هنرپیشه معروف ایرانی، دوست عزیز من، خانم گلی که واو. بله.
من از اول برنامه مخصوصا تو رو معرفی نکردم. میدونی چرا؟ به دلیل اگه معرفی کرده بودم همه صحبت میکردن که آو چشش مثل ویداست، موش مثل ویدا سفید شده، این حرفا، چرا وزنش بیشتر از ویدا، تمام این صحبت ها بود. گذاشتم آخر برنامه. مرسی. که مسائلمون لوس نشه. من امید دارم روزی ببینم که این تئاتر شما در صحنه‌های خیلی خیلی بزرگتر هستش و این تئاتر شما حتما به ایران و خاورمیانه و فستیوال‌های مختلف تئاتری بره و ما بتونیم موفقیت‌های شما رو که آینده هنر ما دست شما جووناست ببینیم و از ذوقمون قشقش بکنیم. خیلی ممنون. مرسی از شما، مرسی از تماشاگرای عزیز، خیلی ممنون برای دعوتتون. مرسی خانم و آقایون، چه لذتی داشت که در خدمت تورنج یغیازاریان، دختر نازنین ویدا قهرمانی بودم و راجع به یک نمایشنامه بسیار عالی و لذت بخش صحبت میکردیم. اگر فرصت کردید برید این نمایش رو ببینید. خدا نگهدار. صدای دیروز و هنوز، فریدون فرهندوز. بنگرز جهان چه طرف بربستم، هیچ. بس حاصل عمر چیست در دستم، هیچ. شمع طربم ولی چو بنشستم، هیچ. من جام جمم ولی چو بشکستم، هیچ. 7000 سالگان، ترانه های خیام، برگرفته از پژوهش صادق هدایت، همراه با موسیقی محمد رضا علیقلی. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. فریدون فرهندوز، 7000 سالگان، در 2 CD هدیه فیلم اکس میدیا. تلفن 818-988-4422. پلنگی که شغال قرید. 70 سال پیش در شابدلعظیم کودکی به همراه سگش زندگی و بزرگ می شود. از باغ‌ها و بازارچه و صحن بس خاطره دارد. مرد خیالبافی روح او را تسخیر می‌کند و تجربه‌های تلخی می‌آموزد. به تهران رفته و به دستبندی‌های حزبی می‌گراید و بالاخره به سفر دنیا می‌پردازد. حوادث هیچگاه او را تنها نمی‌گذارد. تا بالاخره به ایران بازگشته، به شابدلعظیم و به سراغ مرد تأثیرگذار زندگیش می رود و بقیه داستان. پلنگی که شغال قرید، داستان بلند نوشته مجید امینی. سهراب اخوان آن را به همراه موسیقی محمد رضا علیقلی به صورت داستانی شنیداری در 9 CD ضبط کرده است. برای سفارش به فیلم اکس میدیا مراجعه فرمایید. پلنگی که شغال قرید داستان کمدی درام زندگی است و نخواهید توانست نصف کار آن را رها کنید. فیلم اکس میدیا تولید کننده این برنامه و عرضه کننده فیلم، کتاب، CD و محصولات فرهنگی و هنری ایران است. مؤسسه فیلم اکس میدیا هم خود را در پرورش اندیشه و اهمیت به فرهنگ و هنر ایران زمین دارد. فیلم اکس میدیا می داند این مهم را به تنهایی نتواند ادامه دهد و انتظار ارشاد و کمک شما را دارد. از تارنمای فیلم اکس میدیا و محصولات آن دیدن کنید. گفتگوهای فرهنگی و اجتماعی را مجانا گوش کنید و درباره آنها با دوستان گفتگو نمایید. از این طریق ما را همیاری فرمایید. کمک های شما و خرید از فیلم اکس میدیا سهمی در پیش برد این هدف فرهنگی دارد. به گروه حامیان فرهنگ کشورتان بپیوندید. متشکریم. فیلم اکس میدیا.com 818
988 44 22.